خانم ها آقایان با سلام عرض ادب دارم. اولین قسمتی رو که بهتون نشون میدم یک موسیقیه که مربوط میشه به میهمانان نازنین من. تماشا کنید.
یکی از بهترین گروه های موسیقی ایرانی در شهر لس‌آنجلس که من هر وقت به هر یک از کنسرتاشون رفتم از خود بی خود واله و شیدا سالن کنسرت رو ترک کردم و تا خونه که رسیدم و اون شب رو با موسیقیشون زندگی کردم. خانم ها، آقایان، باعث افتخار منه که دوتا از گلهای گروه لیان با من هستن، پیرایه نازنین و هومان عزیزم. واقعا بهتون بگم شما دوتا گل هستید از بقیه گلهایی که تو گروه لیان هستن. ببین، من اگه بهتون بگم که خب شما گروه خوبی هستید و درجه یکی و نوازندگی که میکنید بی نظیره و اینا همش چیزاییست که خودتون میدونید و براتونم تکراری خنده‌دارم شاید بشه از نظر شماها، ولی واقعا خودتون فکر کردید که چرا خوبید؟ هومان هر جا که مشکل میشه به پیرایه میگه شما جواب بدید. نه واقعا، چه ببخشید سوالمو درست میکنم، چه تفاوتی در کار شما هست که این حالت روحانی، این حالت زیبای خلسه رو به شنوندتون دست میده و از اون که میریم بیرون اون روحیه رو داریم؟ چه کاری شما انجام میدی که در سالونتون، همین کنسرت بودش وقتی که من داشتم گوش میکردم، اگر سوزنی به روی زمین میافتاد صدا شنیده میشد، اینقدر همه ساکت بودن. معمولا در سالونهای کنسرت همه سرفه میکنن، هی از این پا به اون پا میشن، ولی هیچ صدایی از این چی نمیاد. چرا؟ من فکر میکنم که یکی از چیزایی که تو گروه ما نکه متمایزش کنه، ایشالله همه گروه ها اینجوری باشن، ولی عشقه. یعنی ما تو گروهمون همه همو دوست داریم. اگر همدیگر دوست نداشته باشیم با هم نمیتونیم ساز بزنیم یا با هم بخونیم، به هر حال برنامه اجرا بکنیم. و من فکر میکنم اون محبته که چه به مردم داریم، چون من از جانب خودم میگم من شخصا مردمو دوست دارم و فکر میکنم یه نوازنده، یه هنرمند به طور کلی اگر با مردمش رابطه نداشته باشه و مردمشو دوست نداشته باشه، کارش پیشرفتی نخواهد کرد. و علاقه‌ای که به سایر همکارام دارم در رابطه با گروه، من باید همکارامو دوست داشته باشم تا بتونم باش کار کنم. او یعنی اگه من بیام اونجا بخوام واسه شما بخونم حتما من قبول نمی‌کنی؟ اینجوری نیست، ولی ولی تو که نمیتونی بخونی. نه، ولی واقعا محبتیه که بین ماها هستش و اون رابطه یکی به مردم در واقع. من وقتی که توی سالن شما نشستم و اجرای شما رو نگاه میکنم، خب دیگه بالاخره ما میبینیم توی صحنه همیشه یک نفر هستش که نقش رهبری رو داره، که با نگاه حتی اگر اشارم نمیکنه دیگران رو سر خط میاره، همراه میکنه، اشاراتی رد و بدل میشه. اینا رو آدم وقتی زیاد تکرار کرده باشه میبینه. در گروه شما من این اشارات و نگاه ها و رهبری رو در همه شما در همه جا دیدم. یعنی هیچ وقت نتونستم تصمیم بگیرم که هومان داره اینجا رهبری میکنه، پیرایه است یا بقیه بچان، و همه تون با همدیگه یه داد و ستد هم چشمی هم سازی دارید. خب دیگه میگه من رو عشقش بابت رهبر ندارم رهبری دیگر. و واقعا چه تفاوتی؟ من چون حرفه‌ای نیستم، این رسمه شما فکر کنید گروه شما با دیگر گروه های موسیقی ایرانی چه تفاوتی داره؟ حالا تفاوت من راستش بخواین، من اول اینکه پیروی اون صحبت که شما کردین راجب این چیش گفتین شما خوب هستین یا از این تعریفات که واقعا همه میکنن، ولی من به شخصه وقتی که خودم از صحنه میام پایین اجرا، همیشه فکر میکنم بهترین اجرا میکردم این دفعه. خب و فکر میکنم که اگر بعد سعی کنم که بهتر از این بشم، رو همین اصل هر کسی هم میگه خیلی خوب بود، زیادم چیز نمیکنم، حتی نگاه نمیکنم برنامه‌مو بعد از یه دو هفته نگاهش نمیکنم، میترسم نگاهش کنم که ببینم چه کردم. تو سلف کانفیدنس خیلی کمه، از پیرایه یاد بگیر. نه از اون لحاظ که مثلا واقعا من خودم فکر میکنم که وقتی کنسرت میدم
فکر می‌کنم آخر کنسرت خیلی کارا رو می‌تونستم بهتر انجام بدم که انجام ندادم. به خاطر همین وقتی که تموم میشه کنسرت حس می‌کنم که چرا فکر می‌کنی بهتر می‌تونستی انجام بدی که انجام ندادی؟ برای اینکه روح و روان و فکر آدم از فیزیکی آدم همیشه جلوتره. خب یعنی شما می‌تونید به خیلی چیزا فکر کنین ولی ممکنه عملا نتونین اونا رو اجرا کنین. همیشه این برای انسان وجود داره و صنعت هم این درست شده که این فکر رو تبدیل کنه به یک حقیقت و تو موسیقی هم همین اتفاق میفته. این صنعت همون سازه که ما میزنیم، اون ساز و اون تکنیک. ولی خب تصورات و رویاهای من خودم شخصا همیشه جلوتر از تکنیکم حرکت میکنه و آخر کنسرت همیشه فکر میکنم که خیلی بهتر از این تو ذهنم میتونستم انجام بدم ولی نتونستم انجام بدم، میتونستم خیلی از این بهتر باشم. بنابراین اون قسمتی که همه شاید اون بر توی تماشاگرها فکر میکنن، من شخصا فکر نمیکنم اینطور. من برعکس فکر میکنم، خیلی هم به خودم سخت میگیرم و خیلی خودم تنبیه میکنم بعد از کنسرت که تو این اشکالاتت بود و این کارا رو نباید میکردی و کردی. پیرایه جان یه شعر میگه که من کس که بداند و نداند که بداند بیدار نماییش. تو باید بهش میگه اصلا همچی چیزی نیست، تو همیشه همه اجرایی که داری میکنی اجرای خوبیه. نه خب استانداردهای فکری آدم ببینید جناب اخوان فرق میکنه. من وقتی که استاد حسن کسایی رو میشنوم، خب وقتی که من دست به نی میزنم به فکر اون میفتم و میبینم که چقدر فاصله دارم با ایشون. رو همین اصل اینجا اگر خودم صادق باشم و نگاه کنم به قضیه، میبینم که میان ماه من تا ماه گردان تفاوت از زمین تا آسمان است. رو همین از حقیقت وقتی نگاه میکنم راست میگی، خیلی فرق هست. رو همین جهت سعی میکنم همیشه میگم از تای کنسرت این اسم میذارم که کاشکی بهتر میتونستم اون چیزی که تو فکرم هست انجام میدادم رو صحنه. اتفاقا من فکر میکنم که این دلیل حرفه‌ای بودن انسان در هر کاری، برای اینکه کسی که ندونه کارش رو، حرفش رو درست نشناسه، همیشه فکر میکنه در حد نهایت داره سفر میکنه. ولی کسی که حرفش رو خوب میشناسه و میدونه هر چی میدوه به آخر خط نمیرسه. آره؟ آخر خطی نیستش آخه. آخر خطی نیست. بله تو هنر که موسیقی که اصلا آخر خطی وجود نداره. خب حالا که آخر خط وجود نداره و این همه صحبت داریم میکنیم در جوامع مختلف، درون مرز، بیرون مرز، بعد از مدت‌ها دیگه در برون مرز هم تعداد گروه‌های موسیقی ایرانی که تشکیل شده یکی و دوتا نیستش، چندین تا هستش و هر کدومشون ادعاهایی دارن، نظرهایی دارن. بعضی‌ها میگن موسیقی ایرانی یک جعبه دربسته است که اصلا نباید بهش دست بخوره، باید عیناً همونطور اجرا بشه. بعضی‌ها مثل شما معتقدن نه، باید نوآوری‌های آورد توش و یه کارهای دیگه ای هم عرضه کرد، همینطوری که گروه‌های نوازندگان غربی رو در کارتون میارید. راجب این مسئله دلم میخواد صحبت بکنم. ببینید من فهم کنم که همیشه سنت در واقع اولش یک بدعتی بوده که بعدن به سنت تبدیل میشه. یعنی یه نوآوری پیش میاد، یه کاری رو میکنن و بعد انقدر مردم از اون خوششون میاد و یا خود بقیه هنرمندا، اون کسی که اون کار رو انجام داده به هر صورت از اون روش خوشش میاد که اون روش تبدیل میشه به سنت. پس هر سنتی در یک زمانی نوآوری بوده، یک بدعتی بوده که گذاشته شده و بعد به سنت تبدیل شده. اگه ما با این دید نگاه بکنیم ببینیم هیچ چیزی در بسته نیست، نبوده هیچ وقت. و اگر به اون دید بهش نگاه بکنیم به خلقت به طور کلی درست نگاه نکردیم، وگرنه هیچ چیزی در واقع نمیتونیم بگیم که این چیز، این به خصوص در رابطه با موسیقی من میتونم بگم این هدیه‌ای که به ما میرسه، هدیه‌ای که از اول به این صورت بوده نبوده. به خاطر اینی که میگم در شرایط زمانی، مکانی، سیاسی مختلفی که ما داریم درش زندگی میکنیم، هر دفعه یک جریان جدیدی پیش میاد، یک راه و روش جدیدی پیش میاد که اگر واقعا آدم صادق باشه با احساسش که به عنوان یه موزیسین من فکر میکنم باید صادق بود با حس، وگرنه موسیقی میشه تکرار مکررات یا کپی سازی از بقیه و اون موقع است که دیگه هنر نیست، اون موقع فقط میشه یه صنعت.
ولی تا زمانی که شما به هنر به عنوان هنر نگاه میکنین و نوآوری رو، یعنی نوآوری اصلا یه چیز عجیب غریبی نیستش، یه چیزی که روزمره با شما رشد میکنه. یه بچه‌ای که دنیا میاد، بعد از یه مدتی دندونش در میاد، بعد از یه مدتی چهار دست و پا راه میره، بعد رو دو تا پاش وامیسه و راه میفته. اینا یه چیزایی که جلوشو نمیشه گرفتش و تو زندگی هنری یک انسانم مسلما باید تغییر پیش بیاد. وگرنه اون رکود پیش میاد و رکود چی میشه؟ گندیدگی به وجود میاره. وگه یه نفر بخواد پویا باشه مسلما با تغییر درش بوجود. پس موسیقی ایرانی یک چیز وحی نازل نیست که نشه بهش دست زد، بلکه میشه درش دستکاری کرد، تغییرش داد، با فرمای جدید محدودش کرد. بله، البته سلیقه هم شما باید در نظر بگیرین که خیلی ها یه سلیقه خاصی دارن و این درصد زیادی ممکنه تو یک جامعه داره اون سلیقه باشن به خاطر عادت‌هایی که از قبل داشتن یا اینکه اون محیطی که بزرگ شدن باشه. ولی اون سلیقه و یا اون حرکت فکری مسیر هنر رو تعیین نمی‌کنه. یعنی هنر هر جای دنیا و هر نوع هنر بهش نگاه کنیم، دقیق و درست نگاه کنیم، با سلیقه دو تا المنت مختلف، دو تا داستان متفاوته و متاسفانه در جوامع ما، در جوامع ایرانی به خاطر توجه نشدن به کلن هنر و هنرمند، این زاویه فکری هنری کشته شده و ضعیف مونده. رو همین است، چون این ضعیف مونده، مردمی هم که اونور نشستن به عنوان کسانی که دارن این هنر رو به عنوان غذای روح میخورن، چون منیوی کاملی ندارن، درست دستشون نیست، مجبورن به یک چیزی که در دستشون هست عادت میکنن. عادت میکنن. در این مقوله صحبت بسیار دارم باهاتون. با عزتون میریم، با آگهی تجارتی برمیگردیم، در خدمتتون هستم. خواهش میکنم. با سلامی دوباره به تو ای غم آسمانت ستاره، در این شام غربت سلام و سلامی دوباره. صدای عشق در غیبت ترانه، آواز عاشقانه، نام مرا صدا کن، من خود صدای عشقم. عاشقانه های مانای شعر معاصر ایران. 40 سالیست بیش و کم که در باد فریاد می کنم. فریاد در باد، ارائه از فیلم اکس میدیا. 818-988-44-22 filmxmedia.com. از ادب مجددی دارم حضورتون و داشتم قبل از اینکه بریم به آگهی ها صحبت میکردم با هومان و پیرایه از گروه لیان. برای اینکه بدونید کار این گروه چقدر متفاوته، یه قطعه دیگری رو انتخاب کردم که براتون پخش میکنم، اون رو ببینید و بعد برمیگردیم و ازشون میپرسم که چرا کارشون متفاوته با اون چیزی که ما در سنتمون عادت داریم ببینیمش. بریم بچه ها.
باید توجه داشته باشید که ما مخصوصاً تمام قسمت رو پخش نمی‌کنیم چون اجازه نداریم. اینها تیکه‌هایی هستش که درسته که گروه لیان اجرا کردن ولی متعلق به دیگری است و اینا رو می‌خواد دی وی دی بکنه. ما رفتیم ازشون خواهش کردیم اجازه بدن ما مجاناً در برنامه‌مون استفاده کنیم. به همین دلیل همه‌شون نمی‌تونیم بشینیم و حتی بهتون یه چیزم بگم، این صدایی که الان دارید می‌شنوید، این صدای اصلی که روی دی وی دی که رفته روی چاپ شدن که بعداً به بازار میاد نخواهد بود. هومان پیرایه، وقتی که این تیکه رو داشتم میدیدم، درسته که سوالم این بودش که چه تفاوت‌هایی شما دارید که نمونش رو دیدیم که در موسیقی ایرانی دارید به وجود میارید. یه چیز دیگه هم دیدم که با هومان میخوام کلنجا برم بعدن. چه واقعا این کاری رو که شما عرضه کردید، اون چه که مسلمه ما با موسیقی سنتیمون خیلی فاصله داشت، هم از نظر ضرب، هم از نظر فرم اجرا، هم از نظر سازهایی که توی کار بودن و هم ریتم و اصلا کار، یه شعری که روش انتخاب شده و یک شعر عارفانه اینا. شما کارت خودتون تو چی میگید؟ چی کار دارید میکنید؟ شما میگید؟ ببینید، در رابطه با کاری که ما داریم الان انجام میدیم، یه موسیقی در ایران وجود داشته که بهش میگن الان به صورت در دنیا به عنوان موسیقی قوالی معروف هستش و این موسیقی در دوران صفویه در ایران، یعنی قبل از اینی که شیعه در واقع به ایران بیاد، اینا وجود داشته و بعد زمانی که شیعه میاد به ایران و ما متاسفانه دچار یک مقدار ارتجاع فکری مذهبی همه جور چیزا میشیم، این نوع موسیقی حرام اعلام میشه، برای که موسیقی بوده که شعف انگیز بوده. پس از اینجاست که موسیقی ما در واقع از ایران میره به شمال هند، پاکستان، افغانستان، این نوع، این فرم موسیقی ما و موسیقی قوالی. موسیقی قوالی، بله، که مثلا نمونه واضح این کار مثلا نصرت فاتح علی خان بود که در دنیا مطرح شد و در تمام سیدیاش می نویسه که این موسیقی از ایران آمده، اصل و ریشش در ایرانه، منتها در ایران از بین رفت. و از اونجایی که ما به این نوع موسیقی خیلی علاقه داشتیم، یک موسیقی خانقاهی، یک موسیقی به این فرم بود و موسیقی بود که در ایران اجرا نمی شد یا اگر اجرا می شد در داخل محیط سربسته یا دربسته خود خانقاه بود، ما احساس کردیم که اینو باید بیاریمش بیرون و شروع کردیم اجرا کردنش. هنوز خیلی راه در پیش داریم، چون یه راه، یه چیزیه که داریم درش تجربه پیدا می کنیم و به خاطر همین باید بیشتر و بیشتر در واقع من فکر می کنم روش کار بکنیم. ولی این یه تجربه بود که ما با این موسیقی از دست رفتمون شروع کردیم کار کردن، که نشون بدیم موسیقی و شعف از همدیگه جدا میتونه نباشه. لزوما موسیقی ایرانی برای عزاداری نیست، یعنی موسیقیه که میتونه درش شعف باشه و درش عشق و حال و وجد وجود داشته باشه. وجد لغتی بود که دنبالش میگشتم. چیزی میخواستی اضافه بکنی؟ نه من گوش میکنم. در گروهی که الان داشتیم میدیدیم، یه ده برای منه که اصلا هیچی رو نمیدونم، موسیقی نمیشناسم و حتی کسی که موسیقی هم بشناسه اگر نظر زیاد خوشی نداشته باشه و خوش باور نباشه، میگه که اون گروهی که اون پشت نشسته بودن فقط دست میزدن، یه ده بچه که از خونه خالشون قهر کردن بلند شدن اومدن اینجا نشستن دست دارن با اینا میزنن و اینا صحنه رو باش پر کردن. آیا همچین چیزیه هومان؟
والا حقیقتش اینه که اولا که برگردم به صحبتایی که داشتیم این نوع موسیقی میکردیم، کف زدن یا دست زدن در این نوع موسیقی یک ارگان اصلی در حقیقت به خاطر تکرار ریتمایی که توش وجود داره، یعنی این حرکت ادواری که هست، یه سری صداهای مخصوص که از نوع انواع اقسام دستان مختلف همیشه، یعنی وقتی که شما 20 نفر با هم بیجا میذارین دست میزنن یا کف میزنن، مسلمه همشون یه صدا ندارن، صدای مختلف داره که این در کل یک صدای خاصی داره که در این موسیقی قوالی یا موسیقی خانقایی یکی از اصلای مهمه که همیشه باید باشه باش. بعد خب میدونین که وقتی انسان کف میزنه یا دست میزنه در حقیقت انرژی خودش رو به توسط برهم زدن دو دست، مثل وقتی شما دو تا انرژی رو دو دستون کفتون رو به هم میمالین دستون گرم میشه، کف زدن یه همچین قضیه پشتی، وقتی آدم به هم دست میزنه، حتی شما آدم هایی که تو عروسی به شرف میان برای اینکه این انرژی رو از درون خودشون نشون بدن، ببینن شروع میکنن به دست زدن، تو سالن هم کنسرت شروع کردن دست زدن در کنسرت ها. این یک نوع انتقال انرژی و شعف درونیه که به صورت ساده ساده‌ترین نوعش که کف زدن یا دست زدن هست اتفاق میفته معمولا. خب ما تو این کنسرت، نمیدونم شما میدونید، من 2 ساله که الان در دانشگاه کلارس درس میدم و این دانشگاه یک دانشگاهی که معروف به انتزاعی بودن موسیقیش و شکل ایژوکیشنش یا نوع برخوردش به موسیقی، و اون کسانی که پشت سر ما نشسته بودن اینها یا فوق لیسانسشون دارن میگیرن یا لیسانسشون گرفتن یا فوق در موسیقی بله، یا پرکاشنیست های حرفه‌ای هستن که به زودی بازار فیلم هالیوود رو میچرخونن یا به قول معروف وارد تلویزیون های سراسری آمریکا میشن برای یک داستانی یا شو یا کنسرت یا ویدیو. و خب یه بخشی از کار من برای اینا اینه که اینها رو آشنا کنم به موسیقی ایرانی. خب چه بهتر از این که عملاً حواسی که صحبت کنم راجبش، بیارمشون رو صحنه، اینا رو درگیر کنم با حقیقت موسیقی ایرانی و اینا حس کنن موسیقی رو صحنه، ببینن که چه بهتر. یعنی در حقیقت مثل اینو انترنی که هست تو بیمارستان میره با بالاستر کارآموزی، بله، من بیشتر اینا رو در این رابطه درگیرشون میکنم با کنسرت ها که ببینن که چه اتفاقی میفته و حس کنن رو صحنه، چون رو صحنه و توی سالن دو تا داستان مختلفه. و تو تمرین ها وقتی که ما میشینیم با هم ساز میزنیم و دست میزنن اینا خودشون یواشاش حس میکنن ریتم ما رو، و خب من نتیجهش هم میبینم که قطعه هایی که اینا دارن میسازن چقدر تأثیر گرفته از کارهایی که ما کردیم تو این چند وقته، و به زودی کلن این رشته که ما درش درگیر هستیم یک چیز خاص خودش، یک صدای خاص خودش توی خارجه غیر ایرانی میذاره، که باز به نظر من هم میشه گفت خدمت، هم میشه گفتش چجوری بگم، یک نوع جدید هنر در حقیقت به بازار عرضه میشه من فکر میکنم. حالا یه ممکنه به قول من گذارم سلیقه کسی دوست داشته باشه. پس از خونهشون قهر نکردن و یه همیشه اون وقتا میگفتن که فلانی از خونهش قهر کرد رفت خواننده شد، فلانی از خونهش قهر کرد. اتفاقا یه خانومی که پشت نشسته بودن، ایشون آمریکایی اصل هستن، همین 2 شب پیش ما ایشون تزشون یا ریسایتلشون در دانشگاه بود و ایشون 3 تا از آهنگای خانم سیما بینا رو به فارسی خوندن و آهنگ محلی و وارد موسیقی ایرانی شدن. خب به نظر من این بعضی اعتقاد دارن که این نباید باشه، مثلا موسیقی ایرانی مختص به ایرانی، ولی من اینجور فکر نمی کنم. ولی من اینقدر الان هیجان گرفتم که دلم میخواد تو هم که اینقدر استاد خوبی هستی یاد من بده، یاد یه دست بزنی من انرژی هیجانمو بدم چه شکل بزنم، درسته؟ ولی آخر بهت میگم این چیز، این دست زدن به اسپانیا رفته از ایران. بله و بله، دست زدن بله که چند جور مختلف هست، یعنی صداهای مختلف که با دست اجرا میکنن که اسپای مختلف داره، و بازم این از اون حقیقت سیستم ما حرکت میکنه به طرف اونور میره، چون اعراب موسیقی ما و موسیقی ما رو میبرن به اسپانیا و میدونی که چه تاثیرگذاری بوده در اون دوران، و این هم کف زدن هم یکی از همون تاثیرات
دقیقاً درسته. یه موقع داشتم با اویسی نقاش صحبت می‌کردم چون او در اسپانیا خیلی بوده، خب خود بندم که 11 سالی در اونجا زندگی کردم، داشتیم راجع به فلامینگو صحبت میکردیم و او گفتش که شما اگر ببینی وقتی که میری توی موسیقی که اجرا میکنن درست همون آوازیست که بناهای ما وقتی که سر ساختمون بنایی میکردن میخونن، ببین همون ریتم رو داره اجرا میکنه و اتفاقا هم درست میگفت. بله این یک اصالتی داره که موسیقی ما بوده گرده. و این قطعه، راجب این قطعه بهتون بگم، راجب این قطعه این قطعه به نام ساقی مددی هست اسمش، که این شعر از مولانا و ملودی اصلی وقتی که جناب سولی میخونن از خود آقای سلیمان واثقی است، از دوستان خوب ما و هنرمند. چه نازنین. و باید بگم که ایشون این قطعه رو، یعنی کلا نه که این قطعه، این نوع موسیقی رو، چون یک درک عمیق دارن ازشون. وقتی ما با هم چند سال پیش به هم رسیدیم هممون متوجه شدیم که هممون دنبال یه جریانی منطقه مرتب رسیدیم و اینو فهمیدیم که تو یک جریان مشترکیم و این کار شروع شد. و این پیش درآمد این قطعه رو گروهی ما ساختیم برای کاری که آقای سولی ساخته بودن و در حقیقت اولش یک کار گروهیه و بعد ملودی اصلیش مال آقای سلیمان واثقیه که شعر از مولاناست. بله. ساقی مددی اسم این آهنگی که در کنسرت تورنتو و مونترال هم شرکت میکنیم، یکی از دلایلی هم که ما این همه رو پخش نمیکنیم به خاطر اینکه اونجا میخوام همه ببینن این کنسرت. بله، حالا راجبش صحبت میکنم که شما دارید میرید به مونترال و تورنتو برای اجرای برنامه. اگه اجازه بدی خدمت تماشاگران عرض بکنم، بله درست حد زدید، خواننده این گروه که ساقی مددی رو میخوند سولیه، همون سولی معروف که ما در سن جوانیمون یادمونه که قد بلندی داشت، وزنش هم زیاد بود و میخوند و چقدر هم خوب آهنگای پاپ میخوند. او الان در کانادا زندگی میکنه و همونطور که دیدید موهاش مثل ما سفید شده و ریخته و پیرمردی شده دیگه، ما همه پیرمرد شدیم، و ولی بسیار بسیار به عرفان رو آورده و عرفان رو خیلی خوب میشناسه و میفهمه و به همین دلیله که به این خوبی هم تونسته چفت و بست اجرای هنریش رو با گروه لیان برقرار بکنه که الان بعد از این برنامه همین برنامه رو همین گروه دارن میبرن به تورنتو و مونترال که بعداً صحبت بکنیم راجبش، حتی شما تلفناش هم میدیم. که من الان که یه خورده وقت داری میخوام یه چیزی رو خدمت شما عرض بکنم. این زن و شوهر، نگفتم، پیرایه و هومان زن و شوهر هم هستند که همکار گروه لیان و با هم دیگه کار میکنن. پشت خونهشون هم استودیوی کارشونه، در اونجا رفتم فیلم گرفتم و دیدمشون با چه عشقی کار میکنن. و توی خونه این دوتا عشق از در و دیوار از همه جا میباره، یعنی آرامش، خلوص نیت، صمیمیتی رو که تو خونه این زوج آدم احساس میکنه هیچ وقت خسته نمیشه. من هر وقت میرم خونه شون میرم پیش پیرایه میشینم توی آشپزخونه شون و برام چایی میاره و چایی های خوشمزه. اما پیرایه و هومان، هر دوی شما رو میخوام الان، نمیدونم، هنوز نمیدونم میخوام بهتون محبت بکنم یا میخوام اذیتتون بکنم یا چی هست، ولی براتون یه سورپرایز دارم. ها؟ میخواید ببینید چیه؟ تو اون تصویر تلویزیون رو تماشا بکنید، توی اون تصویر میبینیم. بچه ها بریم. آخه حیوانکی چقدر آقا بود؟ آقا بود یا خانوم بود؟ آقا بوده. آقا بود. هر وقت شما موسیقی اجرا می کردید می شست اونجا مست. بله. اذیتت کردم؟ آره؟ اذیت شدی؟ متاسفم. من خواستم نه، این داستان برای من توضیح میدم چرا ما این
رو این موجود خاص حساسیت داشتیم. یکی این که اولا که منعقد خیلی قوی در موسیقی بودیشون. این راجع به این کسی که صحبت میکنه رو میگم کس مثل اینکه انسان ما میدیمش. یک سگی ما داشتیم که دوستان شاید به اسم سگ یادم درست توهین ممکنه بشه، ولی بعضی موقع احساس من احساس میکنم که از یک انسانم معذرت میخوام بله بیشتر خب. و میگم یک منعقد موسیقی بود، اگه کسی ساز بد میزد پا میشود از اتاق میرفت بیرون. یعنی ما بارها بار دید، یعنی بارها اینو دیده بودیم که اگه کسی یه ضربه اشتباه رو ساز میزد واقعا پا میشود و میرفت بیرون، اصلا تحمل نداشت که اون روند موسیقیش به هم بخوره. و از بچگی هم خب این با ما زندگی کرد و حتی میخوند، یعنی دوستان ما که سازهای بادی میزدن این حالت من رو این تیپ خیلی نوار دارم. بچه ها تو اتاق فرمان ناراحت شدن، دیدم پیرایه اشکش در اومد ناراحت شدن قطع کردم. نه من از تو معذرت میخوام. میگفتی بله این یک رابطه احساسی علی خصوص با موسیقی با ما داشت. یعنی بعضی خب یک سگی رو تو خونه دارن به عنوان یک کسی که مواظب، یعنی حیوانی که مواظب بشینه، ولی این خیلی جالب بود که کاملا موسیقی رو تشخیص میداد، موسیقی که دوست نداشته گوش نمیکرد. ما صدها بار امتحان کرده بودیم، به قصد موسیقی گذاشته بودیم که خب یعنی دوست نداشت، میدیم که میرفت از اونجا، از اتاق بلند شد میرفت بیرون. یعنی ما فیلم شاگرداتون که میمدن که بعد نوازندگی میکردن چیکار میرفت از اتاق میرفت بیرون. بله یعنی ما دیگه این یک موضوع خنده‌دار شده بود بین ما که چند سال باهاتون زندگی کرد؟ 10 سال. 10 سال باهاتون زندگی کرد. متاسفم که از دست دادیدش، ولی این طبیعت دیگه. بله و از بچگیش ما برایش ساز زدیم و تا اون روز آخر. و نه این تیکه ها دیگه تیکه های اتاق تمرینه، تو این تیکه نیست. اگرم باشه قبل از همون تیکه‌ای که پخش کردید بچه‌ها، این اتاق تمرینه. ببین متاسفم که ناراحتتون کردم، ولی من خودم یادمه که می اومدم اونجا و می دیدم که این حیوان، این فامیل، این جزء خانواده چقدر صمیمی بود و چقدر می شناخت. من که یه دفعه اومدم اونجا دیگه شناخت، یعنی یادم روز اولی که اومدم اذیت کرد و تو بهش گفتی که نه خودیه دیگه با من هیچ نگرانی نداشت، با اون هیکل قشنگش، با اون چشمایی مثل مرواریدش که نگاه میکرد، یعنی دوتا عقیق نگاه میکرد و چقدر باهوش بود و چقدر و عشق دیگه. آره عشق. شما یک موسیقی ساختید بعد از فوت بله این حیوان. بله بله اون سی دی که چیز بود اتفاقا باکسی توش بود، نمیدونم کدومو میگی. نه پنجیا رو شما اصلا باکسی توش بود. اون آخرین پروژه ما بود که در واقع باکسی توش بود و جزئی است. تو همیشه وسط ضبط بود دیگه، تو اتاق ضبط بودش و اینا، به همین دلیل اون رو. ولی تو یکی از سی دی هامون از صدای قلبش استفاده کردیم. آخه تو یکی از سی دی هامون یکی از ترک ها رو اصلا با صدای قلب بازی شروع میکنیم. خدمت خانم ها آقایون رو عرض بکنم که گروه لیان سی دی های بسیاری داره و به من این افتخار رو دادن سی دی هاشون رو در اختیار من گذاشتن. از طریق وبسایت من sohrabakhavan.com یا filmexmedia.com میتونید برید و بیشتر از 12-13 تا سی دی های شما هستش اونجا هستش، که حالا بعدن این دی وی دی تون هم که در اومدش انشالله اجازه میگیریم و میذاریم در اونجا و عرضه میکنیم به تماشاگران. خواهش میکنم اگه خواستید برید به اونجا و دی وی دی سی دی که صدای قلب باگزبی بودش کدومه؟ خاک ایران توی سی دی ها هستش. میبینید در حال من متاسفم که ناراحتتون کردم. برای اینکه خود استراحت بکنی یه لیوان آبی هم بخوریم میریم به آگهی ها برمیگردیم و بعد در خدمتتون هستم. سال هاست که دوستش دارم، چرا که آزاده است، وارسته است، شاعر است. بانو سیمین بهبهانی را میگویم، شاعر زندگی را، با نگاهی انسانی و زبانی غنی، منصف و صمیمی که از زخم لحظه پرده بر می دارد و تکه پاره های جان شیدایش را پیشکش آن زخم
و این لحظه می کند در ازای هیچ. زن، زن عام، نه زن مسلمان، زن ایرانی، زن یهودی، زن مسیحی، زن بهائی، زن زرتشتی و تمام زنان عالم باشند، خواه مذهبی داشته باشند و خواه نداشته باشند. او هیچ نمی خواهد. این همه به ما و به حیثیت زبان و ادبیات ما می افزاید و باز هیچ نمی خواهد. همه کس و همه چیز را به شعرش راه می دهد. از خصوصی ترین تجربه های زندگی خودش در کودکی، در عشق، در شکست و در خستگی و دلتنگی و ناامیدی تا گسترده ترین مسائل اجتماعی سیاسی پیرامونش، و این همه را به صورت تجربه های عمومی بیان می کند. گویی که از خیشتن خیش گذشته و به خیشتن ما، خیشتن همه ما دست یافته است. و برای همین است که نه فقط در زمان خودش که تا همیشه بودن شعر سیمین بانو را می شود که زیست. و این یادگار هدیه من است به همه آنها که شعر او را زیستند. سهراب اخوان. دوباره می سازمت وطن، ستون به سقف تو می زنم. عرض ادب مجددی دارم برای اینکه هوای برنامه رو از اون اشتباهی که من کردم، من خواستم سورپرایز بکنم، اشتباه کردم، در حال در بیارم. میریم یک قطعه دیگری از یکی از اجراهای خوب گروه لیان رو که سولی هم در اون شرکت داره براتون پخش میکنیم که شاد بشیم و بعد برگردیم گپ دوستانمون رو ادامه بدیم. خواهش. آتش مزار که این نقد هستی ندارد رواج، که این نقد هستی ندارد رواج. خوش به حال اهالی مونتریال و تورنتو که
گروه لیان داره میره اونجا و این برنامه در اونجا اجرا میشه. کاش که در اینجا هم اجرا میشد، من باز این شانس رو پیدا میکردم بیام تو سالن، چون اون شب من تو این سالن بودم و فضایی که شما به وجود آورده بودید اصلا بی نظیر بود. همین الان که حرف میزنم گیزگیزم میشه. در مورد این گروه الان این اجرایی که شد یه توضیحاتی بسه من بده. این قطعه که شنیدید مجدداً یکی از ساخته آقای سولی بود به نام ساقیا و اعضای گروه لیان من توضیح راجبش بدم که کیا هستن و چی به چه صورت هست تو این دوران. خب سه تا عضو اصلی داشت گروه لیان که خانم پیرایه پورافر و بنده و خانم مشتی میرزاده، که بعد آقای دیوید جانسون که نوازنده مارینبا هستن در حقیقت وارد این گروه شدن و سه نفر پرکاشنیستی که میبینین اونجا که در حقیقت اولین آقای رندی گلاس بود که وارد این گروه شد و ایشون دف می نوازن و سازهای دیگر کوبه‌ای و ایشون هم معلم هستند در دانشگاه کلات و بعد دو نفر از دوستان که آقای اندرو گروشان و آستین وینکلر که ایشون سه نفر پرکاشن می زنن و جدیدن آقای مانی بلوری که نوازنده کمانچه و قیچک هستند و ایشون البته آهنگساز هم هستن، آهنگساز های خیلی به قول معروف کارکشته تحصیل کرده در ایران و اینجا و ایشون ما افتخار همکاری داریم باشون جدیدن و یه مقدار خب تغییر میکنه این هم کمانچه میزنه هم قیچک. بله در صحنه عوض شد. بله و خب این ترکیب در حقیقت ما موسیقی رو بردیم به همون موسیقی در حقیقت خانقاهی یا موسیقی صوفیانه میشه گفت، نمیتونم بگم عرفانی چون عرفانی فرق میکنه، چون دوتا شعر از عرفا رو اگه ما استفاده کنیم خیلی به این باورن که وقتی از مولانا شعر انتخاب شه موسیقی عرفانی میشه که به نظر من غلطه، بازم چون مدونا هم شعر مولانا خوند توی عرفانم نبود. حالا میتونه البته بازم از دیدگاه انسان ها بازم فرق میکنه، ممکنه یک صدایی خیلی ناموزون هم باشه خیلی عارفانه باشه اون صدا، ولی وجدی رو که این موسیقی اون شب شما توی سالن به وجود آورده بود و این ریتمی رو که گرفته بود و تمام سالن باهاشون دست میزد و حق میکردن، اصلا یه چیز عجیبی بود. بله خب این حرکت به حقیقت توضیحی که من میتونم راجع به موسیقی صوفیانه بدم اینه که حلقه ایست که روی صحنه بسته میشه بین نوازنده ها که باز یک عشق و محبتی در اونجا حرکت میکنه و یعنی یه رابطه بین نوازندگان برقرار میشه تا بتونه یک همچین فضا و وجدی رو به وجود بیاره. بله. و این انرژی یا این حالت که در زبان به قول معروف سنتی صوفیانه بهش میگن حال که از عشق در حقیقت و محبت حرکت میکنه و شروع میشه به صورت یک حلقه و یک انرژی روی صحنه میشه بسته میشه، ممکنه واسه بسته نشه و اون حرکت انرژی روی صحنه با اون عشق باعث میشه که تماشاگر و آدینس هم درگیر اون بشن و اون حس به وجود بیاد. خیلی اوقات ما که روی صحنه هستیم یه جور دیگه حس میکنیم، مردم یه جور دیگه حس میکنن، خیلی متفاوته. بله دقیقاً. یه موقع من حس میکنم خیلی خوبم، از موقع حس میکنم خیلی بدم، ولی بیرون میگن برعکس فکر میکنم، نمیدونیم. این حقیقت یه چیز پنهانه و همین که بخونه برای اینجا بهش میگن میستیک. یعنی یک حس رمزی درش هست، رمز و رازی درش هست که هر کسی در رابطه با خودش میتونه رو اون رو تجربه کنه و هیچ کسی نمیتونه رابطش باشه، هیچ کسی نمیتونه بگه شما حس نکردین من حس کردم یا من حس میکنم شما حس نمیکنین. این تنها چیزیه که در این داستان حقیقت داره که هیچ کسی نمیتونه ثابت کنه که برتری نسبت به دیگری داره یا اینکه کسی ذلیل‌تر نسبت به دیگری. شما با این همه شاگردی که دارید، این همه سفری که میرید، این همه برنامه‌ای که اجرا میکنید، چه شکلی اینا رو تنظیم میکنید؟ سفر خیلی میرید، من هر وقت با شما صحبت کردم یا داشتید میرفتید به یک فستیوال یا میمد. چند تا فستیوال در سال گذشته رفتید؟ سال گذشته فستیوال، یعنی به قول معروف فستیوال بزرگ، دو تا رفتیم.
که یعنی از فستیوال‌های خیلی نامی که اود فستیوال بود و این در کجا؟ در اورشلیم. اورشلیم. و فستیوال اخیرم که به نام ساوند آف ال ای بود که صدای لس آنجلس در حقیقت هست که در همین کنسرتی که شما دیدید این از اون فستیوال سریزه هست. پس مصر سال قبل رفته بود. بله مصر سال قبل رفته بود. سال قبل در اسکندریه و قاهره رفتیم و دو قسمت داشت. یکیش قسمت ورکشاپ بود که مستر کلاس بود برای موزیسین ها و در پایان هم دو کنسرت با این 18 تا شاگرد که داشتیم و 9 تا معلم که از جای مختلف دنیا آمده بودن، هم یک نوع موسیقی ما ایرانی اجرا کردیم، بعد اونها موسیقی محلی خودشون اجرا کردن و یک قسمت هم همه با هم یک کاری انجام دادیم که متفاوت بود از لحاظ ریتمیک و موسیقیایی، صدای جالبی بود و خیلی چیزا ما فهمیدیم تو این مصر. متوجه شدیم که یکی از آهنگایی که تو ایران میگفتن بهش آهنگای کوچه بازاری سرود ملی مصر بوده زمانی. جدی میگی؟ کدوم آهنگ؟ و الان دقیقا یادم نیست این چیه، ولی اونجا ما خندمون گرفته بود همین که فکر کنم یکی از این خوانندگان کوچه بازاری خونده بود، ولی در حقیقت یک موسیقی خیلی قدیمی مصری بود که سرود ملی مصر بوده اصلا و برای ما جالب بود. مثلا از این آهنگای رخت خواب مرا مستانه بنداز مثلا. نه نه که خوب بود. ها و چجوری؟ فکر کنم یکی از آهنگای آقای از این خوانندگان کوچه بازاری شما اسمش. این یه خوب بود. یه خورده نمیخواد بگم. از اون دوران قدیم قدیم که به عنوان خوانندگان کوچه بازار که خب نوارشون تو اتوبوس‌ها و موسیقی روحوزی اجرا میشد. اتوبوس‌ها و تو تاکسی میشنیدیم. یکی از مرغای خیلی معروفش ما اونجا فهمیدیم که این سرود محلی سرود ملی مصر بوده زمانی. گرفتن یا شنیدن و اجتن تکرارش کردن یا صدا روش گذاشتن و در صورت از این کارا تجربه های در ایران زیاد میشد و ما خیلی خوب میدیم. خب الان شما این برنامه رو که ما چند تا تیکش رو دیدیم که بیشتر 10 تا قسمت بود، نه تمام کل برنامه چند نه این برای گتی ما مجبور شده بودیم برنامه رو یه فرم دیگه ببریم چون اونها یک برنامه یک قسمته 70 دقیقه‌ای می‌خواستن. برنامه ما دو قسمته در واقع و قسمت اولش دستگاه نواس و قسمت دومش در این نحوه موسیقی است که الان دیدیم. یه توضیح دادم راجع به اون کنسرت ها. اول اینکه در مونتریال و تورنتو به خاطر تصادف کنسرت های ما با هم دیگه پرکاشنیست های گروه ما که من هم باید میرفتم برزیل نرفتم و کنسرت های اونا مجبورتم برم برزیل. ما از دوست عزیزمون هنرمند گرامی آقای ضیا طبسیان استفاده میکنیم در این سه کنسرت که یک شبش در مونتریال هست و دو شب در تورنتو که یک شبش که شنبه شبه ساعت 8 شروع میشه و یک شنبه شبش ساعت 3. هر دوشم سولی همشون هستن جناب سولی. ما کار میکنیم. چه نازنینیه این سولی، چه انسانیه، چقدر صمیم، چقدر افتاده، چقدر سنگین و عظیم. یه لغتی داریم برای نوازندگان و خوانندگان میگفتن اصلا در وجود این بچه نیست. تکبر. خب من براتون یه چیزی راجع به جناب سولی بگم. آقای سلیمان واثقی معروف سولی، من یه احترام خیلی زیادی برای ایشون قائل هستم در رابطه با کار هنری. شخصیتی که 100% هیچ شکی درش نیست، ولی در رابطه با کار هنریشون من یه احترام خیلی بزرگی برای ایشون قائل هستم. این که کسی که من نمیگم که لول یا اندازه اون کار یا این کار چیه، من این رو میتونم بگم و تحسین کنم ایشون، کسی که حرکت کرده در موسیقیش، در هنرش، فرق نمیکنه که چی شده، ولی خوشبختانه این نوع حرکت حرکتی بوده که رو به بهبود بوده و تفاوت بزرگی رو در ایشون وجود آورده و این قابل تحسینه. به جز شخصیت خودش که من احترام خیلی خاصی براشون قائل هستم، از لحاظ هنری همینجور انسانی که بسیار از لحاظ سواد موسیقی، میدونین که سوری در زمان قدیم اپرا میخونده. بله بله بله، یه موزیسین و موسیقیدان تحصیل کرده است، یعنی کسی نبودش که همینطوری اومده باشه. بله. بر مسیر دل خواننده شده. رو همین اصل ما وقتی کار میکنیم برای شاید خیلی باور نکردنی باشه که چقدر کار راحته با ایشون، هم از لحاظ یعنی موسیقیایی و از لحاظ شخصیتی که فوق العاده است. ما کنسرت که میریم
همش تون میخوام زود برسیم به کنسرت که با هم باشیم چند روزه که دلمون براش تنگ شده. منم دلم براش تنگ شده. سلام منم بهش برسونید و انشالله در آینده نزدیک اینجا باز وقت لس آنجلس میبینمش. خیلی خیلی ممنونم که تشریف آوردید اینجا، همینطور تو مامانیون و متاسفم. نه خیلی ممنون، نه فقط دارم. من معذرت میخوام، ببخشید من باید چیزم. مرسی عزیز دارم، خیلی ممنون، لطف کردین از اینکه دعوت کردین. خانم ها آقایان، خوشحالم از اینکه این شانس رو داشتم یک بار دیگه در خدمت شما بودم. تا برنامه آینده اندیشه ها از همه شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. فیلم اکس میدیا تولید کننده این برنامه و عرضه کننده فیلم، کتاب، سی دی و محصولات فرهنگی و هنری ایران است. مؤسسه فیلم اکس میدیا هم خود را در پرورش اندیشه و اهمیت به فرهنگ و هنر ایران زمین دارد. فیلم اکس میدیا می داند این مهم را به تنهایی نتواند ادامه دهد و انتظار ارشاد و کمک شما را دارد. از تارنمای فیلم اکس میدیا و محصولات آن دیدن کنید. گفتگوهای فرهنگی و اجتماعی را مجانا گوش کنید و درباره آنها با دوستان گفتگو نمایید و از این طریق ما را همیاری فرمایید. کمک های شما و خرید از فیلم اکس میدیا سهمی در پیش برد این هدف فرهنگی دارد. به گروه حامیان فرهنگ کشورتان بپیوندید. متشکریم. filmexmedia.com 818 988 44 22